کاوون کاکر، حقوقدان و نماینده بنیاد تاریخ کاکر، برای بحث بیشتر در این باره اینجا در استودیو با ما هستند. آقای کاکر، بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه. بدون شک هیچ استقلال بدون هزینه نیست، مخصوصا وقتی که از قدرت‌های کلان استقلال گرفته میشه. به این میمانه که از دهن شیر یک چیزی را باید بیرون بکشی. استقلال افغانستان با چی هزینه به دست آمد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول به شما سلام و همچنان به بینندگان محترم شما. و در این حال میخواهیم که به تمام هموطنا می روز نصدیمینی روز استقلال کشور نتبیک بگویم. همانطور که شما یاد کردین، وسی در آن زمان بریتانیا یک کلانترین امپراتوری دنیا بود. بعد از این که شامان لاخان به قدرت رسیدن، به زودترین فرصت اینا اعلان استقلال را کردن، اما در قدم اول بریتانیا اینا را به رسمیت نشناختن. پس اینا مجبور شدن که بالای امپراتوری بریتانیا، یعنی هند بریتانیا، حمله بکنن از چند طرف. و در این حال بریتانیا بسیار قوی بود، بیش از 4,00,000 عسکر در هند داشت و همونطور گفتن نیروهای تازه هم فرستاد افزون بر و هماپیماهای بسیار نوی داشتن که نه تنها در جای سرحدات حمله کردن، بلکه در شهر جلال آباد و کابل هم حمله کرده بودن. اما چون در اون وقت احساسات برای استقلال، کتاب هایی که نوشتن، یعنی از این نتزدیق کردن که بسیار قوی بود، یعنی راستی یک شورش مردمی قوی داشت که حتی خود یک سفیر بریتانیا گفته بود که حتی یک جوالی افغانستان هم خواهان استقلال کشور است. و در این زمان یعنی یک تن آمان لاخانه، بلکه اشخاص دیگه همون جنرال ها یا سپه سالار قوی که داشتن، به شمول میر مسجدی خان، میر ایوب خان غازی و همچنان خانجان وردک، آقای دیگه میر زمان خان از کنر، کسایی بودن که راستی در این ساحه بسیار به شدت و بهتر خوب پیش رفتن. که اما این جنگ راستی چهار هفته دوام کرد که در آخر آن بریتانیا استقلال کشور را به رسمیت شناخت. چند تا پرسش از آقای کاکر. بریتانیایی ها امروز میگن که او جنگ و شکستی که حالا گفته میشه بریتانیا شکست خورده، که نخورده، متارکه شد و آتش بس صورت گرفت، میگن یک شکست کوچک بود و یک پیروزی استراتژیک. دانشنامه بریتانیکا هم اگر نگاه شما انداخته باشین، میگن که پیروزی اصلی و جنگ سوم افغان انگلیس بریتانیا بوده، چون یک بار دیگه خط دیورند به رسمیت شناخته شد، تازه شد. اینا شما فکر میکنین که چنین است؟ خب این نظر از اوناست. من فکر میکنم اولی موضوع اگه گفته شود که ما هر چقدر که بگیم تحقیق در باره سلطنت امان الله خان بگیم شده، بسیار کم است. دیگر هم باید تحقیق صورت بگیره. این یکی از موضوعات بسیار اساسی کشور ماست که تاثیرات بسیار گسترده در تاریخ کشور داشت و سر آینده کشور داشت. اول فکر میکنیم که یک کشور مثل افغانستان با بالا یک امپراتوری کلان مثل هند بریتانیا حمله میکنه، بله، این یک کار خرده نیست. این بریتانیا خودش نمیخواست که آزادی افغانستان را، استقلالیت افغانستان را به رسمیت بشناسه. در این زمان حتی اینا ترس هم داشتن، به خاطر که هند زیر دستشان بود و همچنان تشویشی داشتن که با استقلال افغانستان روس ها میتونن که اینجا نفوذ بکنن. در در زمان است که در روسیه هم انقلابی صورت گرفته. یعنی شما باور دارین که پیروزی اصلی را افغانستان به دست آورد و سود اصلی را هم برد که یعنی گرفتن سیاست خارجیش، یعنی پیروزی کلان برای کشور بود؟ در 1919 آقای کاکر، شاه امان الله یگانه کسی است که یک کشور مستقل اسلامی را در دنیا رهبری میکنه، ولی پس از او چند سال پس دیده میشه که در او وقت البته ترکیه امپراتوری عثمانی برهم شکسته بود، ایران زیر نفوذ بریتانیا بود اینا، ولی بعدتر ترکیه و ایران پیشی گرفتن از افغانستان. چرا چنین چیزی شد براستی؟ خوب. در حالی که اتاترک و رضا شاه پهلوی تقلید کردن در واقع طرحهای اصلاحی شاه امان الله. خب اول پیشرفت کشورهای دیگه نمیتونیم مقایسه بگیم که چرا ما در یک زمان استقلال حاصل کردیم یا یعنی چرا اونا پیشرفت، بخاطر که اونا امکانات زیادی دارن، کشورهایی بودن که نفوذی بسیار زیادی دارن. اما در این حال ما فکر کنم برای ما شما مهم است که راستی امو اصلاحات گسترده که امان الله خان
کوشش کرد بیاره در دولت سازی، در جامعه. یعنی در اون زمان بسیار اصلاحات راستی گسترده بود. ما چیزایی که امروز از یک دولت مدرن داریم اکثرش در زمان امان الله خان ایجاد شده بود. فرض مثال حتی مثل کابینه بار اول در زمان امان الله خان ایجاد شده بود. قانون اساسی لوی جرگه، اولین لوی جرگه در زمان امان الله خان تدبیر یافت. پیش از او جرگه ها محلی می بودن، اما لوی جرگه بزرگ نبودن. بلکه به شکل بود. و نه اصلاحاتی بسیار گسترده در بخش یعنی علم و مکاتب و مراکز سیهی و گذاشته شد کارم کرد. اما مشکلاتی فکر کنیم که یک چیزی گفتم میشن که در باره امان الله خان که زیادتر آرمانگرا یا ایدیالیست بودن، نه کمتر ریالیست یا این بودن. بس مو سنجش که در مورد امی امکاناتی که افغانستان داشت درست صورت نگرفته بود که امون منجر به بدبختانه ناکامی امون اصلاحاتشان شد. سپاسگزار آقای کاونی کاکر از حضور شما در برنامه. تشکر.